العصابة التي جاهدت الحسين فشايعت وبايعت وتابعت على قتله اللهم لعنهم جميعا. عزیزان، خواهران و برادران، بعد از یک دهه عزاداری و وفاداری و اخلاص به درگاه خامس آل عبا و اصحاب باوفایش و اصحاب مظلومش، امروز که ظهر عاشر است گرد هم آمده ایم که مقتل الحسین رو مرور کنیم. خواندن مقتل یک سنت حسنی است که در کشورهای عربی، شیعیان عرب زبان این سنت را سالهای سال، صدها سال است به نحو احسن انجام میدهند. شیعیان فارسی زبان مرسوم نبوده است، ولی فکر خوبی است. البته مقتل وقتی به عربی باشه بسیار با اون لحن خاص حزین عربی که میخوانند، اون رجزخوانی هایی که اصحاب در میدان میخوانند در برابر در حقیقت اون لشکر، بسیار دلنشین و جانسوز و جانگداز است با اون لحن ویژه عربی خودشون و اون کلمات بسیار دلنشین. اونجا ما مقتل فارسی به اون شیوه نداریم. من انتخاب کردم فرازهایی از متن تاریخ، انشاءالله سالهای گذشتم یادم هست میخواندیم و انشاءالله خداوند رو بخوانیم که دلها رو انشاءالله مصفا و مطهر بکنند. اگر هم پذیرایی امروز مقدار بی تأخیر افتاد، باشد، اشکالی ندارد که اصلا روز عاشورا امساک باشه، مستحب است مصحب انسان امساک بکنند تا پایانی از روز بگذرد و بعدا برای اینکه شبه صیام و شبه روز هم نشود تناولی داشته باشد. انشاءالله ما آمده میشویم برای خواندن مقتل. خوانی مقتل البته طولانی و مفصله، من بخشای زیادش رو حذف کردم در حد حوصله مجلس. انشاءالله بتوانیم که به نتیجه برسیم و خودمون رو قدم به قدم، آرام آرام و گام به گام با اصحاب حسین بریم جلو تا به قتلگاه برسیم. ببینیم که در قتلگاه این لحظات و این ایام ظهر عاشورا چه اتفاقی افتاد. باز هم اجماعا صلوات. الحمدلله سکوت زیبای شما زیرت بخش این مجالس بود. همیشه این ده شب گذشته حقیقتاً ما راضی بودیم. این بسیار مهم است که در حقیقت اولاً بشاره حرمت مجلس، ثانیاً بهره‌بری استفاده درصد استفاده و بهره‌مند شدن از این برنامه‌ها قطعاً فزونی خواهد یافت. با سکوت زیبای شما این بسیار مؤثر است. بچه‌ها هم یاد می‌گیرند که انشاءالله در مجلس حسین و در مسجد الله بتوانند این حرمت رو نگاه دارند و انشاءالله با سکوت خودشون کمک کنند که انشاءالله بهره‌بری بیشتری بشه. بسم الله الرحمن الرحیم. چون روز دهم محرم فرا رسید، حضرت سید الشهدا نماز گذاشت و پس آنگاه صفوف لشکر خود را آراست و خود که و فرمود که تمام شماها در این روز کشته خواهید شد جز علی ابن الحسین. و مجموع آن لشکر 32 نفر سوار و 40 تن پیاده بودند. از 72 نفر 32 نفر سواره و 40 تن پیاده بودند و لشکر ابن سعد 30,000 نفر بودند. زهیر ابن قین در جانب راست لشکر، حبیب ابن مظاهر جلد جانب چپ لشکر و خود حضرت در قلب لشکر مستقر شد و خیمه های امام در پشت سر آنها قرار داشت. پس حضرت امر کردند هیزم هایی را که اندوخته بودند در خندقی اطراف خیام ریختند و آتش در آنها افروختند تا مانعی باشد برای کافران از آن که به خیمه های حسین بریزند. امام حسین دست به دعا برداشت: اللهم انت ثقتی فی کل کرب و انت رجایی فی کل شدت، انت ولی کل نعمت و صاحب کل حسنت و منتها کل رغبه. در این وقت لشکر ابن بسرد در اطراف لشکر امام حسین جولان داد. از هر طرف که می رفتن آن خندق و آتش افروخته را می دیدن. پس شمر ملعون به صدای بلند فریاد زد: ای حسین، پیش از آن که قیامت رسد شتاب کردی به آتش؟ حضرت فرمود: تو سزاوارتری به دخول در آتش. پس آنگاه مسلم ابن ابسجه خواست تیری به جانب آن ملعون بیفکند. حضرت رضا نداد و مانع شد. فرمود: مکروه دارم که من شروع به جنگ کنم. حضرت در این هنگام خطبه‌ای برای آن سنگدلان و بیرحمان خواندند. راوی گفت که چون خواهران آن حضرت این کلمات را شنیدند، سیه کشیدند و گریستند و دختران آن جناب نیز به گریه در آمدند. پس بلند شد صداهای ایشان. حضرت امام حسین فرستاد به نزد ایشان برادر خیش عباس ابن علی و فرزند خود علی اکبر را و فرمود: ساکت کنید زنها را، سوگند به جان خودم که بعد از این گریه ایشان بسیار خواهد شد. پس حضرت خطاب به لشکر
دشمن فرمود ای قوم تأمل کنید، شما قصد جنگ با چه کسی کردید؟ من فرزند رسول خدا هستم، شما قصد قتل من به حد که حرمت من نموده اید؟ آیا من نیستم پسر دختر پیغمبر شما؟ آیا من نیستم پسر وصیه پیغمبر؟ آیا من نیستم فرزند علی و اول کسی که اسلام آورد و رسول خدا را تسلیم نمود؟ آیا جعفر که با دو بالت بهش پرواز می کند عموی من نیست؟ آیا حمزه سید الشهدا عموی من نیست؟ آیا به شما نرسیده که پیغمبر در حق من و برادرم حسن فرمود الحسن و الحسین سیدا شباب اهل جنه، اینشان دو سید جوانان اهل بهشتن؟ به خدا قسم که هرگز سخن دروغ نگفتم. ای لشکر ابن سعد، وای بر شما که من را تکذیب میکنید و بر کشتن من اجتماع نمودید. آیا من کسی از شما کشتم؟ آیا من کسی از شما را کشتم؟ آیا خون او را از من طلب میکنید؟ یا مالی را از شما تباه نمودم؟ یا کسی را که جراحت آسیب دادم تا قصاص شویدم؟ هیچ کس آن حضرت را جواب نداد. حضرت ادامه داد: مگر شما نبودید که برای من نامه نوشتی که میوه های درختان ما رسیده، بوستان های ما سبز گشته، به سوی ما آی که از برای یاریت لشکرها آراسته ایم، آیا این از طریق وفاداری؟ در اینجا عده‌ای از کوفیان گفتند قلوبنا معک و سیوفنا علیک، دلهای ما با توست اما شمشیر ما یا شمشیرهای ما من علیه توست. قیس بن اشعث گفت تو باید حکم یزید را بپذیری و با او بیعت کنی. حضرت فرمود لا والله، هرگز نه دست مذلت به دست شما میدهم و نه از شما بگریزم چنان که برده ها میگریزند. والله لا اقر اقرار الذلیل و لا افر فرار العبید، انی اصد و ربی و ربکم ان ترجمون و اعوذ بکل من کل متکبر لا یؤمن بیوم الحساب. پس حضرت خطاب به عمر بن سعد سرلشکر ابن زیاد فرمود ای پسر سعد، تو مرا به قتل میرسانی به گمان اینکه ابن زیاد تو را سلطنت مملکت ری و جرجان، یعنی همون گرگان، به گمان اینکه ابن زیاد تو را به سلطنت مملکت ری و جرجان خواهد داد، به خدا سوگند که تو مقصود خود نخواهی رسید و در روز تهنیت و مبارکباد این دو مملکت را نخواهی دید. اینم پیشگویی حضرت بود به ابن سعد. این سخن عهدی است که به من رسیده است، آنچه خواهی بکن، ولی بدان که همانا هیچ بهره از دنیا و آخرت نبری. و گویا میبینم سر تو را در کوفه بر سر نیزه نصب نمودن و کودکان آن را سنگ میزنن به هدف نشانه خود میکنن. در اینجا عمر سعد خشناب شد و سپاه خیش را بانگ زد که چه انتظار میکشید، حمله کنید بر حسین و اصحابش. یا خیل الله ارکبی و به جنت ابشری ایست لشکریان خدا، خطاب کرد به لشکریان خودش ابن سعد، ای سربازان الله سوار بر اسبا شوید و بتازید به سوی خیمه های بزنید. سید الشهدا سوار بر ذوالجناح بودند، فریاد استغاثه بلند نمودند، هل من مغیث فیغیثنی، هل من ناصر ینصرنی، آیا فریادی هست که برای خدا ما را یاری کند؟ هل من ضامب یضب عن حرم رسول الله، آیا کسی هست که از حرم رسول خدا دفاع؟ پس کارزار سختی شروع شد، اصحاب رشید امام حسین مردانه جنگیدند و از حرم رسول خدا دفاع نمودند و در این راه یکی یکی شهید می شدند. برین، مهر، عمر ابن خالد، نافع ابن هلال همه شهید شدند. مسلم ابن مستجب دوستانش گفت تا جان در بدن دارید حسین را یاری نمایید و او را نصرت کنید و از یاری او دست بر نکشید. حبیب ابن مظاهر گفت این پیرمرد 94 ساله، خدای کعبه جز این نکنه. پس یک دیگر را در آغوش گرفتند و اشک وداع ریختند. این لحظه وداع است، بگذار تا بگرییم چون ابر در بهاران روز وداع یاران. سپاه عمر بن سعد حضرت امام حسین و اصحابش را از هر طرف محاصره نمودند، با آن لشکر قتالی سختی نمودند و سپاه ابن سعد را از چپ و راست پراکنده می نمودند. عروه بن قیس یکی از سرکردگان لشکر عمر بن سعد وقتی مردانگی و شجاعت اصحاب حسین را دید گفت تیراندازان را امر کن که ایشان را هدف تیر بلا سازند. پس ابن سعد کماندارا را به تیرانداختن امر نمود. آن منافقان شقاوتمند حسب الامر امیر لشکر خود یعنی حسن سعد لشکر امام را هدف تیرهای خود نمودند. عمر سعد وقتی مقاومت اصحاب را دید دستور داد خیمه ها را بیفکنند و آنها را به آتش بکشند. شمر ابن زرجوشن به خیمه حضرت امام حسین حمله کرد و نیزه ای که در دست داشت بر آن خیمه میکوبید. به ندا در داد آتش بیاورید تا من این خیمه را با اهلش آتش زد.
راوی گفت زنها سیوم فریاد کشیدند، از خیمه بیرون دویدند. امام حسین بر شمع سیحه زد که ای پسر زرجوشن، تو آتش میطلبی که خیمه را بر اهل من آتش زنی؟ آیا از آتش جهنم نمیترسی؟ ابو سمامه سیدابی از دوستان حضرت شون وقت زوال شد، به خدمت امام آمد و عرض کرد جان من فدای تو باد، همانا میبینم که این لشکر به مقاتلت تو نزدیک گشتن، ولیکن سوگند با خدا که تو کشتن کشته نشوی تا من در خدمت تو کشته شوم و در خون خویش کلفان باشم، و دوست دارم که نماز ظهر را با تو بگذارم، آنگاه خدای خویش را ملاقات کنم. پس حضرت سر به سوی آسمان برداشت و برای وی دعا کرد که خدا تو را از نمازگزاران و ذاکرین فرا بدارد. پس حضرت اقامه نماز ظهر فرمود، سهیل ابن قیم و سعید ابن عبدالله پیش روی حضرت ایستادند و خود را هدف تیر و سنان گردانیدند و بدن وی آماج تیر دشمنان شد تا آنکه به زمین افتاد و لحظات قبل از شهادتش میگفت خدایا سلام مرا به پیامبر برسان، من جان خودم را در راه نصرت ذریه پیغمبر خدا فدا نمودم. این جمله را بگفت و جان بدان به جان آفرین تسلیم کرد و شربت شهادت میشد و چون برخواه افتاد حضرت حسین فرمود خدا تو را رحمت کند، فرحمک الله و جزاک الله احسن الجزا. پس اصحاب یکایک از جهاد میگرفتند و میدان میرفتند و با دشمنان خدا میجنگند. حنظلته بن اسعد شامی، شومزد، آبس بن ابی شبیب، ابی شعصا الحبد للکندی، عمر بن خالد سیدابی، سید شهدا یک بنده سیاه بود به نام جون، یک غلام بردی بود اسمش بود جون که غلام سیاهی بود و به دست ابوذر غفاری رضی الله عنه آزاد شد. جون آرزوی شهادت داشت، پس از حضرت رخصت طلب. امام فرمود تو معاف هست، خودت را به طریق ما مبتلا مکن، خدا جزای تو را داد، از جانب من معذوری که طریق سلامت خویش بدهد. جون عرض کرد یا ابن رسول الله، من در ایام راحت در خدمت شما بودم ولی زخار صحبه شما، صحبه کرامت شما بودم، امروز که روز شدت و سختی است و تنها اصلی دست از شما بر ندارم، موی من متعفن، حسن من پست و رنگم سیاه است، آیا دلیل می فرمایید مرا از بوی بهش؟ تا بوی من می پوشد و جسم من شدید گردد و رویم سفید شود؟ لاوالا هرگز از شما جدا نخواهم شد تا خون سیاه من را با خونهای طیب خود مخلوط سازی. این را بگفت و اجازه بگرفت و عازم میدان شد و پس از نبرد به شهادت رسید. در بعض مقاطع آمده از این سید شهدا قیامت و پشت او ایستاد و دعا کرد قال الها روی او را با ابرار محشور بگردان و در میان او و آل محمد دوستی بیفرما. جوان دیگر در لشکر حضرت بود که مادرش همراه بین با مادرش آمده بود به نصرت حضرت. مادر خطاب به فرزند جوانش خطاب کرد از نزد من بیرون شو و در پیش روی پسر پیغمبر قتال کن. لاجرم آن جوان با تشویق مادرش آهنگ میدان کرد. جناب سید الشهدا که او را دید فرمود شاید شهادت تو بر مادرت مکروه باشد، برگرد به سوی خیام نزد مادرت برگرد، بر مادرت سخت است. آن جوان عرض کرد جانم فدایت باد، مادرم مرا به قتال تو امر کرد. عجب صحنه های عاشقانه ای. پس به میدان رفت، رجز خان امیری حسین و نعم الامیر، سرور و فعاد البشیر النذیر، امیر من حسین است و کارزار بود. پس آنگاه به فیض شهادت نائل شد. کوفیان سر او را از تن جدا کردن و به لشکر امام حسین افکندن، سر این جوان را پرتاب کردن در طرف خیمه های حسین. مادر سر پسر را برگرفت و سیره چسباند و گفت احسنت پسرم، ای نور چشم و باره جگرم، یا قرة عینی و حبیب فؤادی، ای نور چشم من. آنگاه مادر عمود خیمه را بگرفت و بر دشمنان حمله نمود. عجب صحنه شور و جالبی. از طفل دو ماهه بگیر، از طفل شش ماهه بگیر، تا پیرمرد، تا زن، تا مرد، تا جوان و رشید، همگان در خدمت این نهضت حسینی بودند. چون از اصحاب کس نماند همه کشته شدن، نوبت رسید به جوانان بنی هاشم.
18 نفر از این 72 نفر، 18 نفر از بنی هاشم بودن. اصحاب دیگر نمیگذاشتن بنی هاشم شروع کنن. اونها در حقیقت جان خودشون رو سپر برای بنی هاشم قرار دادن. اما دیگه از اصحاب کسی نماند. بنی هاشم نوبت اونهاست. چون از اصحاب کس نماند و همه کشته شدن، نوبت رسید به جوانان بنی هاشم. پس فرزندان امیرالمومنین علی علیه السلام و اولاد جعفر طیار، فرزندان عقیل، فرزندان امام حسن و فرزندان امام حسین همه آماده جنگ شدند و با یکدیگر وداع کردند و یکدیگر را در آغوش. آیی تا بگرییم چون ابر در بهاران، که سنگ ناله خیزد روز وداع یاران. با ساربان بگویید احوال اشک چشمم، تا بر شتر مبندد محمل به روز باران. علی اکبر فرزند امام حسین و لیلا، جوان خوش صورت و زیبا و در طلاقت لسان و رخسار و سیرت در خلقت شبیه‌ترین مردم به رسول الله، اشبه الناس به رسول الله خلقا و خلقا و منطقا، و در شجاعت از علی مرتضی ارث بود. آن نازنین جوان عازم میدان گردید و از پدر بزرگوار خود رخصت جهاد طلبید. حضرت او را اذن کارزار داد. به بنی هاشم که رسید، امام فورا به فرزند خودشون اذن جهاد داد. به اون غلام سیاه گفتن تو معذور و معذوری، به اون جوان دیگر همچنین، بر مادرت سخت است، اما به فرزند خودش فوراً اذن جهاد داد. حضرت او را اذن کارزار امر. علی اکبر چون جانب میدان روان گشت، آن پدر مهربان نگاه مأیوسانه ای، فنظر نظر آیسن، یه نگاه مأیوسانه ای به این قد و قامت جوانش کرد و بگریست. محاسن شریفش را به جانب آسمان بلند کرد و گفت ای پروردگار من، گواه باش، شاهد باش، لقد برز الى القوم، جوانی به طرف این قوم می رود که شبیه ترین مردم است در خلقت و خلق و خلقش و گفتارش به رسول الله. و به کل مشتبنا الى رسول الله، هر وقت ما مشتاق روی پیامبر می شدیم صورت این جوان خداوند خداوند باز داد از ایشان برکات زمین را و ایشان را پراکنده ساز و متفرق ساز و والیان را از ایشان هرگز راضی مگردان. عجب دعایی بود، افنینی بود که پر والیان رو، یعنی حاکمان این سرزمین رو از مردمانشون هیچ وقت راضی مگردان، چرا که این جماعت ما را خواندن که نصرت ما کنن، چون اجابت کردیم آواز عداوت نمودن و شمشیر مقاتلت بر این مبروی ما کردن. جناب علی اکبر چون خورشید تابان از افق میدان طالع گردید و حسین بدر را به شعشعه طلعتش که از جمال پیامبر خبر میداد منور ساخت، پس حمله کرد و قوت بازویش که یادآور شجاعت حیدر صفدر بود در آن لشکر اثر کرد و رجز خواند انا علی بن حسین بن علی، نحن و بیت الله اولا بالنبی، ادرکم اضربکم بالسیف حتی ینسلی، ضرب غلام الهاشمی علوی. هر جوانی که میرم به طرف میدان، رجزخانی مشهور بود در زمان قدیم، محصول بود که قبل از مقاتلت هر دو طرف رجزخانی میکردن، خودشون معرفی میکردن، نه تنها معرفی حسب و نسب بلکه پایگاه اعتقادی به خودشون رو، هدف ما از این مقاتلت چیست. همین حمله کرد و آن لعیمان شبیه را تقنی شمشیر خود گردانی و گروهی را به خاک فلاکت میافتند. در این وقت حرارت آفتاب و شدت آتش و کثرت جراحت و سنگینی اسلحه او را به تعب در آمد. علی اکبر از میدان به سوی پدر شتاف عرض کرد یا ابتا، العطش قد قتلنی و سقل الجهز قد اجهزنی و سقل الصلا. ای بابا پدر جانم، سنگی تشنگی مرا کش، سنگینی اسلحه مرا به تعب کرد، آیا ممکن است شربت آبی مرا سقایت فرمایی؟ و هلی جراتون من الما؟ حضرت سیراب عشق از دید باری بفرمود با موسا، با عطشالا، این در زمد من مقاومت کن، زمان قلیل پس زود است که ملاقات کنی جدت رسول الله و سیراب کند تو را به شربتی که هرگز تشنه نگردی. در روایت دیگر است که فرمود ای پسر عزیزم بیاور زبانت را، پس سبا زبان علی را در دهان مبارک گذاشت یک مکی، شاید کنایه از این باشد که به پسرم نگاه کن، پدر تو از تو دشته در است. از جناب علی اکبر دست از جان شسته و دل بر خدای بسته به میدان برگشت و خیشتر را در میان کفار افکند
مردانه بجنگید. در این وقت مرت ابن منقذ فرصتی کرده شمشیری بر فرق همایون نجزد که فرقش شکافته شد از کار زور افتاد. از سواران دور او را گرفتند، علی اکبر را به شمشیرهای خویش مجروح نمودند تا یک بار توانایی از او برفت. دست در گردن اسب انداخت و انان او را رها کرد. اسب او را در لشکر اعدا از این سو و به آن سو، علی اکبر وقتی میخواست از اسب ساقط شود خود را به گردن اسب انداخت، اما این اسب حرکت کرد و او را به طرف جانب اعدا برد، از این سوی آنسو میبرد تا اینکه بدنش را با تیغ پاره پاره کردند، تا آنگاه که روح به گلوی مبارکش رسید و نزدیک شد که به بهشت انبر سرش بشتابد، علی اکبر فریاد زد: یا ابتا علیک من السلام، هذا جدی رسول الله یقرأک السلام و یقول لک عجل لنا القدوم. بابا جدم را دارم میبینم. شاید اشاره به این باشد، علی اکبر خواست به پدرش بگوید تو که از من دشته تری، به من گفتی مقاومت کن، نتوانست که من آب بدهی، آب نداشتی. خواست به امام حسین آرامش داد که بله جدم را میبینم، به تو سلام میرساند، میگوید شتاب کن، این آب کوثر است که از دست جدم میروشد. حالا جدی رسول الله قد سقانی به کأسه، از اون جام خودش به من آشامان. پس حضرت سید الشهدا بالای سر آن کشته تیغ ستم و جفا آمد و سر علی اکبر را به دامن گذاشت و خون از صورت و چشمانش پاک کرد و فرمود: قتل الله قوم قتلو، خدا بکشد آن جماعتی که تو را مظلوم و شهید نمودند. این قوم از خدا به رسول نترسیدند، پرده حرمت رسول خدا را چاک زدند. پس اشک از چشمای نازنینش جاری شد، آه عمیقی کشید و فرمود: و على الدنيا بعدك العفا، بعد از تو دیگه بر دنیا خاک بر سر دنیا باد. جا حسین زار زار با صدای بلند در این وقت زینب، ای خواهران دل شکسته، در این وقت زینب از سرابرده بیرون آمد، با حال استراب و سرعت به سوی نعش جواج را به علی اکبر شتاب و گریه و ناله سر داد و بر فرزند برادر تا خود را به آن جوان رسانی و خیش را به روی او افکند. حضرت حسین سر خواهر را از روی جسد فرزند خیش برند کرد و به خیمهاش برگردان و رو کرد به جوانان بنی هاشم و فرمود که بردارید برادر خود را. پس جوانان بنی هاشم بیایید از حرم بیرون. بعض از اصحاب مقاتل گفتن حضرت معمولا خودشون اجساد شهدا را به در خیمه می آوردن، اما علی اکبر اونقدر بدنش قطع قطع شده بود که هر قطع ای را می گرفت نمی توانست بدن را پس قاسم ابن الحسن بعد از علی اکبر نوبت قاسم بود که عزم جهاد بود. قاسم ابن الحسن به عزم جهاد قسم قدم به سوی معرکه نهاد، چون حضرت سید الشهدا نظرش به فرزند برادر افتاد که جان گرامی برکت کف دست نهاده آهنگ میدان کرده، بیدرنگ و بیسوستی پیش شد و دست به گردن قاسم در آورد و او را در بر کشید. هر دو تن چندان گریستند، در روایت گوید حتی خوشی علیه، اما هر دو بیهوش شدند، از حال برفتند. حسین برادرش را یاد می آورد، این یادگار برادرش قاسم است. پس قاسم به زبان ابتهال نظراعت و اجازت مبارزت طلبید، حضرت مزایقه فرمود، به راحتی اجازه نداد. پس قاسم گریست و دست و پای عم خود را چندان بوسید تا اذن حاصل نمود. پس جناب قاسم به میدان آمد در حالی که اشکش به صورت جاری بود و فی بر فرمود: ان تنکرونی فانا ابن الحسن سبت النبی المصطفی المؤتمنی، هذا حسین کالاسیر المرتهن بین اناس لا صفو صوب المزن. این رجز قاسم بود. پس خوازار سختی نمود و با آن سخر سن خورسالی 35 تن را به درک رساند. حمید بن مسلم گفته: من در میان لشکر عمر سعد بودم، پسری دیدم که به میدان آمده، گویا صورتش پاره ماه است، پیراهن و ازاری در بر داشت و نعلینی در پا داشت که بند یکی از آنها گسیخته شده بود و من فراموش نمی‌کنم که بند نعلین چپش بود. عمر بن سعد از دودی گفت: به خدا سوگند من بر این پسر حمله می‌کنم و او را به قتل می‌رسانم.
گفتم سبحان الله، این چه اراده است که نمودی؟ این جماعت که دور او را احاطه کردن از برای او کافی است، دیگر تو را چه لازم است که خود را در خون او شریک سازی؟ گفت به خدا قسم از این اندیشه بر نگردم، پس از برنگی خرو بر نگردانی تا آنگاه که شمشیری بر فرقان مظلوم زد و سر او را شکاف. پس قاسم به صورت بر روی زمین افتاد و فریاد زد یا اما ابو جان به دادم برس. چون صدای قاسم به گوش حضرت امام حسین بسی تعجیب کرد، مانند عقابی که از بلندی به زیر آید صفها را شکاف، مانند شیر ژیان غضبناک حمله بر لشکر کرد تا به عمر بن سعد قاتل جناب قاسم رسید. تصدیق حواله آن ملعون نمود، امر دست خود را پیش داد، حضرت دست او را از مرفق جدا کرد، پس آن ملعون صحیح عظیمی زد، لشکر کوفه جنبش کردند و حمله آوردند تا مگر امر را از چنگ امام بربایند. همین که هجوم آوردند، بدن او پامال سم و ستوران گشت و کشته شد. پس چون گرد غبار معرکه فرو نشست، دیدم امام بالای سر قاسم است، آن جوان در حال جام کندن است، پای به زمین می ساید و عزم پرواز و اعلی علیین دارد و حضرت می فرماید سوگند به خدای عزیز و علیه، دشوار است بر عمه تو که او را بخوانی و اجابت نکند، انت تنادینی فلم اجیبک، و اگر اجابت کند اعادت نتواند، و اگر اعانت کند تو را سودی نبخشد، دور باشند از رحمت خدا جماعتی که تو را کشتند. هذا یوم والله کسر و آثره و قل ناصره، روزی است که ما ناصر کم داریم. آنگاه قاسم را از خاک برداشت و برکشید در برکشید و سینه او را به سینه خود چسبانید و به سوی سراپرده روان گشت، در حالی که پاهای قاسم در زمین کشیده می شود. پس او را برد در نزد پسرش علی بن حسین در میان کشتگان اهل بیت خود جای داد. آنگاه گفت قال الله تا آگاهی که این جماعت ما را دعوت کردند که یاری ما کنند، اکنون دست از دوست ما برداشته و با دشمن ما یار شدند، ای داور دادخواه یا احکم الحاکمین، این جماعت را بود ساز و ایشان را هلاک کن و پراکنده گردان، فرق هم تفریقا و یک سنت ایشان باقی مگذار و مغفرت آموزش خود را هرگز شما شامل حالشان مگر. آنگاه فرمود ای عموزادگان من صبر نمایید، یا بنی الکرام صبر نمایید، ای اهل بیت من شکیبایی کنید و بدانید بعد از این روز خاری و خزلان هرگز نخواهید. ارباب مقاتل گفتند که طفلی از سراپرده جناب حسین بیرون شد، این طفل غیر از علی اصغر است، که دو گوشواره از دور در گوش داشت و از وحشت و حیرت به جانب چپ و راست می‌نگریست. وحشت زده این فرزند فرسان این صحنه های غم‌انگیز رو می‌بیند و چندان از واقع و هولناک در بیم و اضطراب بود که گوشواره های او از لرزش سر و تن لرزان. در این حال سنگین دلی که او را هانی لعین میگفتند، لعین ابن سید، بر او حمله کرد و او را شهید نمود و گفتند که در وقت شهادت آن طفل شهربانو و گوشاره به نظر او نزد میکرد و یارای سخن گفتن و حرکت نداشت. اما شهادت حضرت ابوالفضل العباس عمل بنی هاشم، حضرت عباس که اکبر اولاد ام البنین است و پسر چهارم علی بود و کنیتش ابوالفضل و ملقب به سقا و صاحب لوای حسین است، چنان جمال دلارا و طلعتی زیبا داشت که او را ماه بنی هاشم میگفتند و چندان جسیم و رشید و بلند بالا بود که بعد وقتی بر اسب پشت اسب قوی به پر مهمی نشست، پای مبارکش بر زمین کشید. او را از مادر و پدر سه برادر بود که هیچ کدام از را فرزند نبود. ابوالفضل اول ایشان را به جنگ برستاد. حضرت عباس سه برادر خودش را قبل از خودش برستاد. چرا؟ تا کشته ایشان را ببیند و درک اجر مصاحب ایشان بنماید. تحمل درک شهادت برادران شما ببینید. پس از شهادت ایشان به نحوی که ذکر شد، بعضی از ارباب مغازه گفتند که چون آن جناب تنهایی برادر خود را دید حسین بقی وحیدا فریدا غریبا، آمد نزد برادرش عرض کرد یا اخا برادر یا مولای من، آیا رخصت می‌فرمایید که جان خود را فدای تو گردانم؟ حضرت از استماع سخن جانسوز او به گریه آمد، به گریه سختی نمود. پس فرمود برادر تو صاحب لوای منی، چون تو نمانی کس با من نماند. ابوالفضل عرض کرد یا مولای و سیدی، سینه‌ام تنگ شده و از زندگانی دنیا سیر گشتم و اراده کردم که از این جماعت منافقین خونخواهی کنم،
حضرت فرمود پس الحال که عازم سفر آخرت گردیده ای، طلب کن از برای این کودکان کمی آب، مقداری آب برای این فریاد الاتش اطفال تشنه لب. پس حضرت عباس حرکت نمود و برابر صفوف لشکر ایستاد و لبای نصیحت و موعظت افراشت. پس هر چه توانست پند و نصیحت کرد، ولی کلمات آن بزرگوار اصلا در قلب آن سنگدلان اثر نکرد. لاجرم حضرت عباس به خیمت برادر شتافت و آنچه از لشکر دید به عرض برادر رسانید. کودکان این بدانستند و بنالیدند و ندای الاتش الاتش در آمد. جناب عباس بیتابانه سوار بر اسب شده، نیزه بر دست گرفت و مشکی برداشت و آهنگ فرات و شنیعه فرات شاید که آبی به دست آورد. پس 4000 تن که موکل بر شنیعه فرات بودن دور آن جناب را احاطه کردند و تیرها به چندهی کمان نهاده و به جانب او انداختن. جناب عباس که از پستان شجاعت شیر مکیده، چون شیر رمیده بر ایشان حمله کرد و رجز خان لا ارحم الموت از الموت زقا حتی آوانی فی المصاریت سقا نفسی لنفس المصطفی طهر مفا انی انا العباس عبد الباس سقا. و از هر طرف که حمله میکرد لشکر را متفرق میساخت تا اینکه به روایت 80 تن را به خاک هلاکت آورد. پس وارد شنیعه شد و خود را به آب فرات رسید. چون از زحمت گیر و دار و شدت آتش جگرش تفته بود، خواست آبی به لب خشک تشنه خود بساخت. دست فرا برد و کفی از آب برداشت، اما در این لحظه ذکر آتش الحسین تشنگی برادرش سید و شد. ای آب سوخت دیگه جگر تشنگی حسین، تشنگی حسین. یاد تشنگی حسین و اهل بیت افتاد. آب را از کف برید پر کرد مشک و پس کفی از آب برگرید. میخواستا که نوشد از آن آب خوشگوار، آمد به یادش از جگر تشنه حسین. چون اشک خیش ریخت کف آب و شد سوار، شد با روان تشنه ز آب روان روان. دل پر ز جوش و مشک و به جوش آن بزرگوار، کردن حمله جمله بران شبل مرتضا. یک شیر در میانه گرگان بی شما، یک تن کسی ندیده با چندین هزار تیر، یک تن کسی ندیده با چندین هزار تیر، یک گل کسی ندیده با چندین هزار خار. موش بر آب پر نمود، موش را پر از آب نمود و بر کتف راست افکند و از شریعه فرات از شریعه فرات خارج شد، تا مگر خیش را به لشکرگاه برادر رساند و کودکان را از زحمت تشنگی به آتش برهاند. لشکر که چنین دیدند راه او را گرفتند، از هر جانب او را احاطه کردند و آن حضرت مانند شیر قزوان بر آن منافقان حمله کرد و راه می‌گرفت. ناگاه نوفل الازرق به روایتی زید بن برقا کمین کرده از پشت نخل بیرون آمد و حکیم طفیل او را معین گشت و کمک نمود و تشجیع نمود. پس تیغی حواله آن جناب نمود، آن شمشیر بر دست راست حضرت رسید و از تن جدا گردید. حضرت ابوالفضل جدی کرد و مشک را بر دوش چپ افکند و تیغ را به دست چپ نهاد و بر دشمنان حمله کرد و رجز خواند: والله ان قطعت بو یمینی انی احامی ابدا عن دینی و عن امام صادق یقینی نجل النبی طاهر الامینی. به خدا قسم حتی اگر دست راست را قطع کنی، هرگز از حمایت دین خدا و دین جدم و برادر حسین دست بر ندارم. پس مقاتلت کرد و تا ضعف عارض آن جانب شد. دیگر باره نوفل لعین و به روایت حکیم متفیل از کمین نخله بیرون داخت و دست شبش را از بند نیفتاد. جناب عباس بعد از اینکه دست شبش را قطع کردند این رجز را خواندند: یا نفس لا تخشا من الکفاری و ابشری به رحمت الجباری مع النبی السید المختاری قد قطعوا ببغیهم یساری. و مشک را به دندان گرفت و همت گماشت تا شاید آب را به آن لفتشتگان برساند، که ناگاه تیری بر مشک آمد و آن آب برید به روی زمین ریخت و تیر دیگر بر سینه عباس رسید و از اسب به روی زمین افتاد. عزیزان، اگر کسی از بلندی به زمین بیفتد دستهای خودش را حائل می کند، اما این عباس دست بریده با صورت
سرم زیر خورده. پس فریاد برداشت یا اخا ادرک اخا، ای برادر مرا مرا دریا، ای برادر برادرت رو دریا. چون جناب امام حسین صدای برادر شنید، خود را به او رسانید. دید برادر خود را در کنار فرات، قافل باره باره و مجبور، با دستهای مقطوع بگریست و فرمود: الان انکسر زهری و غلط حیرتی، برادر جان الان پشتم شکست، که منم شکست، اکنون تدبیر و چاره‌ای ندارم. و در حضرتی از حدیثی از حضرت سجاد مرمیست که فرمودند: خدا رحمت کند عمویم عباس را که برادر را بر خود ایثار نمود و جان شریفش را فدای او نمود، تا آن که در راه با یاری او دو دستش را قطع نمودند و حق تعالی در عوض دو دست او دو بار به او عنایت فرمود که با آن دو بار با فرشتگان در بهش پرواز کند و از برای عباس نزد خدا منزلتی است در روز قیامت که همه شهدا قبطه خورند و همه شهدا آرزوی اون مقام رو داشته باشند. شهادت طفل شیرخوار علی اصغر. پس حضرت بر در خیمه آمد و به جانب زینب فرمود: کودک صغیرم را به من سپاری تا او را وداع کنم. عزادارا تصور بکنید امام دیگه اصحابش از دست داد، دیگه حتی از بنیهاش هم کسی نمونده، آمده در خیمه ها میخواد از طفل نوزاده کنه. جانم فدای قربت از حسین این قدیم زینب جان من میخوام با طفلم وداع کنم، دیگه تنها شدم بقی وحیدن فریدن غریبا، بگذار بار آخر با طفل نوزادم ولی اصغر وداع. پس آن کودک معصوم را گرفت و صورت به نزدیک او بار تا او را ببوسد که هر ملت ابن کائل از دیر لعین تیری انداخت و بر گلوی آن طفل رسید و او را شهید کرد. پس آن کودک را به خواهر داد، زینب او را گرفت و حضرت امام حسین کفهای خود را زیر خون گرفت، همین که پر می شد از خون علی اصغر به جانب آسمان افگن، فرمود: سهل علی عزیز علی الهی رزن به قضائه انه به عید الله، این مصیبت بر من سهل است چون در نزد خدا من او را می بیند. سبت ابن جوزی در تذکرهش نقل کرده است: چون حضرت امام حسین دید که لشکر در کشتن او اصرار دارند، قرآن مجید را برداشت. امام حسین قرآن را برداشت، آن را گشود و بر سر گذاشت و در میان لشکر آمد: ای جیش ابی سفیان، ای لشکر ابن سعد، بینی و بینکم کتاب الله و جدی رسول الله، بین من و شما کتاب خدا حکم باشد، جد من رسول الله، شما به طفل طفل شیرخوارم رحم نمی کنید. ای قوم، برای چه خون من آهران می نمایید؟ آیا من پسر دختر پیغمبر شما نیستم؟ آیا به شما نرسید که قول جدم در حق من و برادرم حسن سیدا شباب اهل جنه؟ و در این هنگام با آن قوم احتجاج می نمود، ناگاه نظرش افتاد به طفلی از اولاد خود که از شدت تشنگی می گریست. سه طفل در کربلا بودند، سه طفل در صحنه عاشورا بودند. این طفل حضرت آن کودک را بر دست گرفت و فرمود: یا قوم، ان لم ترحمونی فرحموا هذا الطفل الرضیع. ای قوم، ای لشکر، اگر به من رحم نمی کنید به این طفل شیرخوار رحم کنید. ای لشکر،
قطره آب این طفل نوزاد پس قمدری امردی ازشان تیر به جانب آن طفل افکن و او را مذبوح نمود. امام حسین شروع کرد به گریستن و گفت ای خدا احکم بیننا و بین القوم الظالمین، ای خداوندا خودت حکم کن بین ما و این قومی که خواندند ما را یاری کنند بر ما پس پشتند ما را. پس ندایی از آسمان آمد که بگذار او را یا حسین که از برای او مرضعی است، یعنی او را در بهشت او را شیر میدهند و سیراب میکنند در بهشت. در کتاب احتجاج مسطور است که حضرت از اسب فرود آمد و با نیام شمشیر گودی در زمین کند و آن کودک را به خون خیش آلود به خون خیش آغشته کرد و پس او را دفن نمود. پس آن لشکر دیگه لحظات آخر است دیگه، این نزدیک ظهر عاشورا شد، حضرت دیگه اصحاب و یارانش از دست میدهد و وداع با یاران و با در حقیقت فرزندان و زنان حرم. پس آن لشکر فراوان از هر جانب بر آن بزرگوار حمله آوردن و تیراندازانی که عدد آنها 4000 به شمار می رفت تیرها بر کمان نهادند و به سوی آن حضرت رها کردند. پس دور آن غریب مظلوم را احاطه کردند. یه حضرت را تنها یافتند، آمدند بر گرد حضرت را محاصره کردند و ما بین او و خیام اهل بیتش حائل شدند. وای بین حسین دیگه حسین هم نمیتونه حتی به خیام برگردن، اونها رو هم دقیقا آرامش داد. جماعتی جانب سرادق اسمت گرفتن، یه عده‌ای از اون لشکریان رفتن به جانب خیام حسین. حضرتشون این بدانست بان بران هم زد فرمود ای شیعان آل ابی سفیان، ای سربازان و مزدوران ابو سفیان، اگر دست از دین نداری، اگر از دست از دین برداشتی و روز قیامت و معاد باور نداری، ان لم یکن لکم دین فکونوا احرارا فی دنیاکم، لااقل در دنیا آزاده باشی، شما با من جنگ داری، به زن و بچه چه کار داری؟ چرا به اونا هم نمی کنی؟ در دنیا آزاد مرد باشید و با غیرت باشید، رجوع به حسب و نسب خود کنید، زیرا که شما عرب می باشید، عرب غیرت و همیت دارد. شبر برمون بی حیا رو کرد به آن حضرت و گفت چه می گویی پسر فاطمه؟ فرمود میگویم من با شما جنگ دارم و مقاتله میکنم، شما با من نبرد میکنید، زنان را چه تقصیر و گناه هست؟ پس من کنی سرکشان خود را که متعرض حرم من نشبم تا من زنده هم، لاغم تا امادا بگه من زنده هم. چه حالی داشت حسین اون لحظا؟ با من زنده هم به حرم من متعرض نشبم. شمس یه درداد که ای لشکر از سراپرده این مرد دور شوی که کفی کریم است و قتل او را مهیا شوی که مقصود ما همین است. پس سپاهیان بر آن حضرت حمله کردند و آن جناب مانند شیر غضبناک در روی ایشان در آمد و شمشیر در ایشان نهاد و آن گروه عفو را چنان به خاک می افکند که گاد خزان برگ درختان را و به هر سو که رو می کرد لشکریان فوش می دادند. پس از کثرت تشنگی خود حضرت شدت آتش راه فرات در پیش بره. پس لاجرم حضرت قصد فرات نمود، لاجرم کوفیان دانسته بودند که اگر آن جناب شربتی آب بنوشد ده چندان از این بکوشد و بپوشد. لاجرم در طریقه شریعه صف بستند و راه آب را مسدود نمودند و به هرگاه آن حضرت قصد فرات می‌نمود بر اون حمله می‌کردند و او را برمی‌گردانیدند. عمر سلمی و عمر بن حجاج که با 4000 مرد کماندار نگهبان شریعه بودند بان بر سپاه زدند که حسین را راه بر شریعه مگذارید. آن حضرت مانند شیر غضبان بر ایشان حمله نمود و صفوف لشکر را بشکافت و راه شریعه را از دشمن بپرداخت و اسب را به فرات رسید. به هر زحمتی بود حضرت امام حسین که سخت شده بود به فرات رسیدند و اسب را از آن جناب نیز تشنگی از حد فزون داشت سر به آب نهاد، هم خود حضرت هم اسب ذوالجناحشان تشنه بود. حضرت فرمود خطاب به ذوالجناح، خطاب به حیوان، ای ذوالجناح انت عطشان و انا عطشان، تو تشنه ای منم تشنه، به خدا قسم که آب نیاشامم تا تو بیاشامم، ای ذوالجناح تو قبل از من آب نیاشامم. این صحنه رو ببینید،
که انه اسب فهم کلام آن حضرت بود که اسب متوجه شد که حضرت چه میگوید. سر از آب برداشت، گویی که در شرب آب من در تو پیشینه میگیرم حسین، من از تو قبل از تو شد آبش آب نمی آشامم. پس حضرت فرمود آب بخور من هم می آشامم. حضرت برای که اسب بخورد فرمود من می خورم تو هم آب بخور. و دست فرا برد و کفی آب برگرفت تا آن حیوان لااقل آب بیاشامد، که ناگاه سواری فریاد برداشت حسین تو آب می نوشی و لشکر به سلاپردت می رود و عطک حرمت می کنی. اینجا به دروم گفتم که حضرت آب نیاشامد، گفتم به حرم تو حمله کن امام حسین. لفتش دست براد عزیزان ما صدا دادیم زهر عاشورا مگر نیست دامن حسین و لفت لفتش دهی کربلا را. چون آن معدن حمیت و غیرت این کلام را از آن امت اون شنید، آب از کف بریخ و به سرعت از شریعه بیرون تا و بر لشکر حمله کرد تا به سراپرده خیش رسید. معلوم شد کسی متعرض خیام نگشته و گوگلی خبر مکری کرده بود. پس دیگر باره اهل بیت را وداع گفت، بار آخر وداع کرد. اهل بیت همگان با حالش آشفته و جگرهای سوخته و خاطرهای خسته و دلهای شکسته نزد آن حضرت آمدن و گرد حضرت جمع شدن و حلقه زدن. در خاطر هیچ آفریده صورت نبندن که ایشان به چه حالت بودن، هیچ کس نتواند که صورت حال ایشان را تقریر یا تحریر نماید. من از تحریر این غم ناتوانم که تصویر اجزده آتش به جانم، تو را طاقت نباشد از شنیدن، شنیدن که این بود مالم بدیدن. به جمله ایشان را وداع کرد و به سبب شکیبایی وصیت نمود و فرمان داد تا چادر اسیری بر سر کنند با آماده لشکر مصیبت و بلا گردند. به فرمود بدانید که خداوند شما را حفظ حمایت کند و از شر دشمنان نجات دهد و عاقبت امر ما شما را به خیر کند و دشمنان شما را به انواع عذاب و بلا مبتلا سازد و شما را به انواع نعم و کرم مزد و عوض کرامت فرماید. پس زبان به شکل مکشایید و سخنی مگویید که از مرتبت و منزلت شما بکاهد اجر صابران در انتظار شماست. این سخنان بفرمود و رو به بدان میدان جان به میدان شد. این دیگه آخرین وداع، حضرت سه بار وداع کردن، این آخرین وداع بود از یاران. آمد به خیمگاه، آمد به خیمگاه و وداع حرم نمود، در اهل بیت شور قیامت نفال بود، بر کودکان نمود به حسرت همی نگاه. وای چه نگاهی حسین به اطفالش دار. پس بر کودکان نمود به حسرت همی نگاه، پس خیمگاه گشت روان سوی هر پا. این را نشان در بر و بر رخ پشان، عشق او سوی رزمگاه شد و در خفای او، آن را گذاشت بر دل و از دل کشید آه، فریاد با اخاه شد و بانگ با حسرت ها. پس کنان مرکب به سوی میدان بگردانی و بر سبه لشکر مخالفان تاخت میزد و میهنده و بالب تشنه و بدن خسته از کشته پشته میساخت و مانند برگ خزان سرهای آن منافقان بر زمینی به ضرب شمشیر آب داد، خون اشرار و فجار و فسار و آقاک محکمی. لشکر از هر طرف او را تیرباران نمودن، آن حضرت در راه حق آن تیرها را بر رو و بر گلو و سینه مبارک خود میخرید و از کسرت خدنگ که بر چشمه ها گزره آن حضرت نشست سینه مبارکش چون پشت خوار پوش گشت. و به روایت منقوله از امام باقر سلام الله علیه زیاده از 320 جراحت و زیادتر از نیز روایت شده جمعی آن زخم ها در پیش روی آن حضرت. در این وقت حضرت از بسیاری جراحت و کسرت تشنگی و بسیاری ضعف و خستگی توقف فرمود. فبقى فساعتا لیستری، حضرت درنگی
استراحت کرد، درنگی نمود که در حقیقت اینجا تنفسی کند و استراحتی کرده باشد، ناگاه ظالمی سنگی انداخت و به جانب آن حضرت آن سنگ بر جبین مبارکش رسید و خون از جاری، خون از پیشانی از جاری و صورت نازنینش جاری گردید. حضرت جامعه خیش را برداشت تا چشم و چهره خود را از خون پاک کند که ناگاه تیری که پیکانش زهرآلوده و سشفته بود بر سینه مبارکش نشست. در آن حال حسین فرمود بسم الله و بالله و علی ملت رسول الله. آنگاه روی به آسمان کرد و گفت خداوندا، تو میدانی که این جماعت میکشند مردی را که در روی زمین پسر پیغمبری جز اون نیست. پس دست برد آن تیر را از قفا بیرون کشید، از جای آن تیر مسموم مانند ناوتان خون جاری گشت. حضرت دست به زیر آن جراحت میداشت و چون از خون پر میشد به جانب آسمان میافشاند و از آن خون شدید قطره‌ای بره میگشت. دیگر باره کف دست را از خون پر کرد و بر سر و روی محاسن خود مالید و فرمود که با سر و روی خون آلود و به خون خیش حساب کردم، جدم رسول الله را دیدار خواهم کرد و نام کشتگان اصحاب و وفاداران خود را عرض خواهم داشت. در این وقت ضعف مفرد و ناتوانی بر حضرت غلبه کرد و از خارزار باز ایستاد و هر که به قصد او نزدیک می آمد یا از بیم یا از شر کناره می کرد و بر می گشت. اینجا خواستن کار حضرت تمام کنند اما کسی جرأت نمی کرد تا آنکه مردی از قبیله کمده که نام نحسش مالک لعین بود به جانب آن حضرت روان شد و ناسزا و دشنام به جانب گفت و آن جناب گفت و با شمشیر ضربتی بر سر مبارکش زد. کلاهی که بر سر مقدس آن حضرت بود شکافته شد و شمشیر به سر مقدس از رسید و خون جاری گشت به آن حدی که کلاه از خون پر شد. حضرت در حق او نفرین کرد و فرمود با این دست نخوری و نیاشامی و خداوند تو را با ظالمان محشور کند. پس آن کلاه پرخون را از فرق مبارک بیفکند و دستمالی به طلبی و زخم سر را ببست و کلاه دیگر بر سر گذاشت، عمامه بر سر را گذاشت. لشکر لحظه ای از جنگ آن حضرت درنگ نمود. پس از آن رو به او آوردند و او را دا اینجا هی لحظه یه قبضان امناکیست که حضرت و تنهایی نتوانستند از پای در آورند، به صورت هجوم حملوار دائره‌وار احاطه کردند و این هنگام عبدالله حسن در میان خیام بود، فرزند امام حسن بود، فرزند دومش و کودکی غیر مراهق بود، فرزند نوجوان بود. چون عم بزرگوار خود را به دین حال دید تا به توان از وی برفت و به آهنگ خدمت آن حضرت از خیمه بیرون دوید تا مگر خود را به سوی عم بزرگوار رساند. جناب زینب از عقب او به شتاب بیرون شد و او را بگرفت و از آن سوی یمام نیز ندا در داد: ای خواهر عبدالله را نگاه دار، مگذار که در این میدان بلا انگیز آید و خود را هدف تیر و سنان و بی‌رحمان نماید. جناب زینب هرچه در من او اهتمام کرد فایده نبخشید و عبدالله ابن حسن از برگشتن به سوی خیمه ابتناع کرد. به سختی گفت: به خدا قسم از عموی خیش مفارقت نکنم و خود را از شنگ عمش رهانید و به تعجیل زیاد خود را به سوی عموی خود رسانید. در این وقت ابجر نعیم شمکعب شمشیر خود را بلند کرد و حضرت امام حسین فرود آورد که آن شاهزاده رسید و با آن ظالم فرمود: وای بر تو ای فرزند داعیه، میخواهی عموی مرا بکشی؟ آن ملعون چون تیر فرود آورد، عبدالله دست خود را سپر ساخت و در پیش شمشیر داد. شمشیر دست آن مظلوم را قطع کرد چنان که صدای قطع کردنش بلند شد و به نحوی بریده شد که پا با پوست زیرین بیابید. آن طفل فریاد زد: یا ابتا، یا اما حسین جان، اما دیگه حسینم نمیتونه کسی را یاری کنه، نه زینب میرزماند نه حسین در زرقت نگاه افتاده، سر و رویش پر از خون گشته. حضرت او را بگرفت
و بر سینه خود چسبانید و فرمود ای فرزند برادر صبر کن، بر آنچه بر تو فرود آید آن را در خیر و خوبی به شمار گیر. هم اکنون خداوند تو را با پدران بزرگوانت بیامرزد و ملحق کند، از هر مله تیری به جانبان خونت خون بخنداد و او را در بغل عم خودش شهید بمون. نگاه کن صحنه را، انواع اقسام مصیبت بر حسین از تحمل شهادت یارانش، از اون طفل شیرخوار همین رو باید ببینن، از تشنگی برادرش عباس، از تشنگی خودش و ذوالجناح، از فرق شکافتش، از تیر بر روی صورتش، بر قلبش، جلاهات زیاد بر بدنش، همه اینها حتی لحظه آخر اون قاه عبدالله ابن حسن رو ببیند که دستش رو قطع کردن. سید ابن طاووس نقل میکند که حضرت سید الشهدا فرمود بیاورید برای من جامعی که کسی در اون رغبت نکند، همون پیراهن کهنه‌ای که شنیده ای. لحظه آخر امام حسین در میدان قتلگاه فرمود بیاورید برای من جامعی که کسی در اون رغبت نکند، که آن را در زیر جامعه هایم بپوشم تا چون کشته شوم و جامعه هایم را بیرون کنند، آن جامعه را کسی رغبت نکند از سر من بیرون نکند. از آن جامعه برای حضرتش حاضر کرد. اما چه جامعه ای، چه قوم بیرحمی که فلما قتل جردو من، چون آن شهید گشت آن کهنه جامعه را نیز از تن شهید از تن شریفش بیرون آورده. حضرت زینب که تمام توجهش به سمت برادر بود چون این بدی از در خیمه بیرون دوید، فریاد زد با اخا، با سیدا، با اهل بیضا، با محمدا، با علیا، با حسینا، با اخا برادرم حسین جا، ای کاش آسمان خراب می شد و بر زمین می افتاد، ای کاش کوها از هم می شکافت، ای کاش دنیا آخرت تمام می شد و بر روی بیابانها. راوی گفت شمر بن ذوالجوشن لشکر خود را صدا در داد، برای چه ایستاده اید؟ به انتظار چه میبرید؟ چرا کار حسین را تمام نمی کنید؟ پس همگی بران حضرت از هر سو حمله بردن. حسین ابن تمیم تیری بر دهان مبارکش زد، ابوی ایوب تیری بر حلقوم شریفش زد، زرعت ابن نعیم بر کف چپش زد و قطعش کرد و زور ظالمی دیگر بر دوش مبارکش زخمی زد که آن حضرت به روی در افتاد و چنان ضعف بر آن حضرت غالب شد که گاهی به مشقت زیاد بر میخواست، طاقت نمی آورد، دوباره به روی زمین می افتاد، تا این که سنان ملعوب نیزه بر گروی مبارک نمیدن. هر کسی میخواست جایزه ابن زیاد بگیره، خودش را شریک در قتل حسین. یا الله، سنین آسنان آمد نعنیزه خود را در گروی حسین فرو برد. پس بیرون آورده آن نعنیزه را، بیرون آورده دوباره فرو برد در استخوان های سینه ی حضرت. یا الله، حجر بیرحمانی بودن در این کشته ی فدادون به آمون و زینب رحم نمی کرده. دوباره بر استخوان های سینه ی حضرت فرو آورد، بر این هم اکتفا نکرد که آنگاه کمان بگرفت و تیری بر نحر شریف حضرت، آن حضرت هم از مظلوم را به روی سینه در افتاد. این لحظات آخر است. شهر ابن آشوم میگوید آن تیر بر سینه مبارکش رسید، پس آن حضرت در زمین واقع شد و خون مقدسش را با کفهای خود میگرفت و میریخت بر سر خود چند مرتبه. عمر سعد به مردی که در طلب راسه بود از اسب پیاده شو از اسب به سوی حسین رو و او را راحت کن. خولی نعیم ابن یزید چون این بشنید، خولی آمد به سوی قتلگاه، به سوی قتل آن حضرت سبقت کرد و دری چون پیاده شد و خواست که سر مبارک آن حضرت را جدا کند، رعده و لرزشی او را گرفت نتوانست. این لحظه آخر چه شد؟ شمر من اون آمد جانب قتلگاه با بیگه و گفت خدا بازویت را پاره پاره گرداند، چرا می لرزی؟
شم به خولی گفت چرا میگرسی؟ چرا میترسی؟ چرا کار حسین رو تمام نمی کنی؟ که خولی جواب داد لحظه‌ای که من پیاده شدم و خواستم سر حضرت سر حسین رو جدا کنم چنان رعده و لرزشی بر من آمد که نتوانستم. اینجا بود که خدا آن ملعون کافر سر مقدس من مظلوم را جدا کرد، از بدن جدا نمود. سید ابن طاووس فرمود سنان ابن انس پیاده شد، آن حضرت را شمری شمشیرش را بر حلموم شریفش زد و گفت بدلاه که من سر تو را جدا می کنم و می دانم که تو پسر پیغمبری و از همه مردم به آن حضرت مقربتری و سر حضرت را از بدن شریفش جدا نمود. انا لله و انا الیه راجعون. یا الله، آن لحظه ای که در قتلگاه
تو